بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح خیر خدمت شما میندای تلویزیون آریانا. خدا کنه جور صحتمند باشین. بخش صدای شما سو بازم ما شفیق عمری و همکار عزیزم میوانشاه احمدزاده در خدمت شما قرار داریم. امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین. امروز یک شنبه است و موضوع برنامه ما در مورد به موضوعات امنیتی و اداری است. شما از اگر مشکل دارین میتونین با شماره تماس برنامه ما 0711140090 تماس بگیرین و مشکلاتتون را به طور زنده با ما شریک بسازین. همچنان در مورد معاشات شهدا و معلولین هم میتونیم که امروز صحبت بکنیم و میریم به طرف میوانشاه احمدزاده همکار عزیز ما. سلام علی سر، وقت بخیر، صحتم خیر، بخیر است، سلامت باشی، سر دې تم بخیر او ټول قدرمنو لیدونکو ته هم ځانګړی سلام وړاندې کوم. هیله لرم چې نن سار په خیر او خوښۍ سره پیل کړی وي او دغه ورځ انشاءالله په خیر سره پای ته ورسوي. لکه څنګه ستا ویلې، نن به هم د قدرمنو لیدونکو اړیکې اخلو او د دوی ستونزې به اورو او له مسؤلینو سره به شریکو، انشاءالله سره رسیدګي ورته وسي. انشاءالله سلامت اوسئ. احمدزاده صاحب، د پاسپورت مورد هم یو اوازه ډېره ګرمه ده، ګرچه واقعیت ده پاسپورت اوس په عریضې باندې هم ورکول کېږي، ولې یو څه ګڼه ګوڼه جوړه شوې. دلته خو په میلیونونه ولس دې ته منتظر دی پاسپورټ هر څوک لاسته راوړي، دا یو ضروري شی ده. خو بیا هم تر اوسه هغه سیمه ما شخصا نه ده لیدلی دی پاسپورټ، چې ما خو د خلکو نه اورم او هلته ډېره ګڼه ګوڼه ده. دا ولس ته مې یو څه حوصله وه کې په نوبت ته، که په نوبت سیستم دوی خپله مراعت کړي هره ورځ، نو مشکل بلی زه به اړیکو ته بلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بلی اړیکه لکه چې پرې شوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مسې وروره، نوم دې له کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ سلام وطندار یم، د هلمند ولایت مرزیه د ولسوالۍ سیمې اړیکه نیولې ده. تاسو اورېدونکو لیدونکو او میلمه ته ګوډ سلامونه وایم. ډېره مننه وروره، مهرباني. څه مشکل لرئ؟ زموږ مشکل دغه دی محترم همکار صاحب، چې دا زموږ د هلمند په ولایت کښې د افغان بیسیم نمایندګي چې ده ډېره کمزورې ده. دا خلک پر ډېر دي په دغه ولسوالۍ کښې د نمایندګۍ نه خلاصوي یا په ولایت کښې دوې درې. ډېره مننه، ډېره مننه، انشاءالله په وخت به رسېدګي درته وسي. میریم به طرف تماس بعدي. بله بفرمایئ. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني. خورې څوک یې، له کوم ځای دې اړیکه نیولې؟ ما بیبی زهرا هستم، از شهر مزار شهر تماس گرفتم. من همی بامی هم ثبت نام کرده بودم، از خاطر همی یتیم ها، ما همیشه یک پنج تا یتیم دارم، همی اینجا ثبت نام کردم. دما یک پار سال دما یک درک. بله مشتم صدایتون. یتیم های ما آنه دما یک پار سال یک عیسای چی داده بود اک دما در خاطر یتیم ها. این سال به ما هیچ نداد، حالی ما یتیم های ما هیچ چیز هم نداریم در خانه، ما چیز نیست نیست برخصیم. این سال به ما هیچ چیز نداد، ما چیز چی رقم میشه. احمد زیر صبح کدام پختان الله رایی میروانی؟ خوار عزیز، ما برتان جواب میگیم انشاءالله. شما انتقال از یک ولایت به دیگه ولایت شدین، شما اسناد تان نمیتان انتقال کنین، به مو ولایت که زندگی میکنین انشالله به مشکل تان رسیدگی میشه. پول تان با از بامیان به ولایتی که شما میل از زندگی میکنین. ما بامیان رفته بودم، خودم بامیان هم رفتم. در بامیان مرا گفت که تا هم رسانی بند است، ولی هم رسانی ما چی میفهم تا چی رقم گفت. تذکری الکترونیکی دارین؟ آ تذکره الکترونیکی هم دارم. اسناد مشکل نداره؟ اسناد خودم هست. اسناد تان خو مشکل نداره؟ سروی شدین؟ خانه ما رو سروی کده بود، که وقت سروی کده بود یه تاوان دیگه سروی بودم بامیان در اونجا چیر. ما در مزار شریف میشتیم، در بار کامل نیستیم، در حال ما در مزار شریف میشینیم. تشکر استم استن. سلامت باشین. به می خواهر عزیز ما میگم که اسناد شما در بامیان، ولایت بامیان تایمرل شده، ولی به مزار شریف شما زندگی میکنین. اسناد تان انتقال کنین به ولایت بلخ یا مزار شریف، شما اوجا میتونین که از طریق اکانت پولی تان به دست بیارین. به خاطر که هر سال یا هر شش ماه بعد تیم سروی می باز سروی میکنه، به خاطر جلوگیری از فساد و جلوگیری از اشخاصی که کتابچه حق و ناقه به دست آوردن، از اونها جلوگیری میکنن. شما اسناد تان انتقال کنین به ولایت بلخ، انشاءالله به مشکل تان رسیدگی میشه و ما باز هم مشکل شما را با مفتی صاحب پیصل شریک میسازیم. بعضی ولسونه دیسی دوی یو ولایت که جون گیل تا تایمرل دی کارت کردی،
اما چې بل ولایت ترسه نوغه ولایت خدای نشي کوي خپل پیسې ولې ور بده په کارت خو مشخص ده زده په دغه ولایت کې باید پیسې لاس ته راوړي دي په دغه ولایت نو اوس دا دی ولایت مزار ولایت ته تللی بامیان نو باید اسناد انتقال کړي دی ولایت ته د ولایت کې لاس ته راوړي خپل پیسې بیا به مفتي صاحب پیسل دي شهدا او مالینو چارو وزارت له ویان صاحب سره به موږ دغه موضوع شریک کړو ان شاء الله رسیدګي ورته وسی ان شاء الله بل اړیکه به ونیسو احمد صاحب بله بفرمایئ بله سلام برادر صبح شما بخیر تلفنشان قطع شد متاسفانم بریم تماس بعدی رو میگیریم بله بفرمایید برادر سلام صبح شما بخیر سلام علیکم خوب بخیر هستین بخیر باشین کی هستین از کجا تماس گرفتین من فیزیون هستم که از کووید تماس شدم در ارتباط من پرسنل که به احتیاط بیزانتین است بیزانتین وزارت داخله چند بار تماس گرفتیم خوشم به سرنوشت هستم از امروز حوال فتح امارات تا دو ماه سه ماه پیش کنم ایشان شامل وظیفه بودم اتفاقشان از وظیفه اخراج کردن و بزر حقای جدا گرفته شد یا در احتیاط غیر فعال هستن نماج دارن ندازه نویزه فقط اگر کدام هایی که برای از رزه هم نبوده تحصیل کنم این زمین رابطه نظامی بوده و تقریبا هر کدامش 30 سال 25 سال مجده وظیفه کردن فعلا به احتیاط غیر فعال یا بزر هستن هیچ کرد تلاجی نمی کنه بینید که یا کدام هر کدامش 5 نفر 6 نفر تا 10 نفر نفقه خود دارم دیشی بگم مثل وضعیت خراب است قریب است جز به غذایی میزنم بنابراین اگر توجه شما نیست بار تنظیم است متماس میگیرم تحت تبنی یعنی رابطه هیچ جواب نمیده بخیر باشین برادر عزیز بسیار زیاد تشکر از تماستان سلامت باش همزه سپدر و تاسو څنګه چې معلومات وزارت له ویان صاحب سره به خبري وکړو ان شاء الله دغه موضوع به ورسره شریک کړو موږ د هر وزارت له ویان صاحب سره اړیکه نیسو د ستونزې د حل لپاره ورسره موضوع شریکو هغوی هم موږ ته بیرته د دې موضوع په اړه معلومات راکړي موږ به د کورنۍ چارو وزارت له ویان صاحب سره دغه موضوع شریکه کړو چې په دغه اړه څه تصمیم نیول شوی ان شاء الله بیرته به تاسو ته پنجشنبه په ورځ معلومات درکړو ان شاء الله منګه دی وزارتو له ویندویانو او له مسلمانو سره اړیکې نیسو بیرته جواب موږ ته وایي مثبت یا منفي خو دوی ته هم بیرته موږ اورېدونکو ته هغه کوو ان شاء الله موږ به دغه وزارت له ویان صاحب سره خبرې وکړو او پنجشنبه به دوی ته جواب ووایو ان شاء الله بالکل ان شاء الله بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بله السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت الله اسمتان از کجا به تماس شدین برادر عزیز وحید احمد نظری هستم از شهر کرنه کابل جان نظری صاحب روزت بخیر روز شما هم چنان بخیر میبسیم یک چیز داشتون کمی ما اول نزدیک از وقت مکتبا میشه بخیر دیره منو نری کنه تفلاره د خبرونې موضوع مو تاسو ته ویلې د قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو که تاسو په اړه برخه اداري ستونزه ولرئ امنیتي ستونزه ولرئ اړیکه ونیسئ موږ به د هر وزارت له ویان صاحب سره اړیکه نیسو او رسیدګي به درته کوي د کابل امنی قمندانۍ ویان خالد زدران صاحب نه هم مننه کوو چې کله هم سه امنیتي ستونزې موږ سره ورسره شریک کړي ولس انشاءالله په وخت ورته رسیدګي کوي مهرباني بله میریم به طرف تماس بعدی بله بفرمایئ بله سلام علیکم صبح شما بخیر بله سلام علیکم وعلیکم سلام صبحتان بخیر برادر کی هستین از کجا تماس گرفتین قند آقا هستم از ولایت پروان ولسوالی بگام تماس گرفتم بفرمایید برادر مشکلتان بگوین مشکل ما همین درباره میبین است از دو پای میو هستیم شش ماه ماش گرفتیم شش ماه دیگه ما ماندن به ریاست مراجعه میکنیم میگون دیگه نیستن درست تشکر بسیار زیاد از تماستان بخیر باشین بله احمد زای صاحب سم تیر دو ورځې مخکې ما موږ د مالی او بودیجې رئیس صاحب مولوی صاحب کلیم الله افغان را وخته په خبرونه کې هغه ویلې چې بودیجه تخصیص شوی ده خو تر اوسه پاس شوی نه ده دغه بودیجې د تخصیص په حساب باندې یو څه کار اداري روان ده کله هم چې دغه بودیجه انشاءالله مشکل حل شي او ټولو ته به اکاونټ ته پیسې لاړ شي یعنی په نږدې راتلونکي کې دا خو اداري سیستم ده کار لري هر وزارت خپل اداري ته مراحل لري وخت لري دا خو یو ولایت نه ده یو نفر هم نه ده شپږ لکه مالینو کونډي او مایبین دلته په دې افغانستان کې شتون لري نو دغه ټولو ته رسیدګي غواړي وکړي نو کلیم الله افغان دغه وزارت
مالی او بدیجی رئیس صاحب هم لیدونکو ته ډاډ ورکړي ان شاء الله پنځم به تب بیا هم منګل ځان سره مسولین ولرو تاسو ته ان شاء الله د دغه پختنې جواب به هم درته وایي ان شاء الله بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بله السلام علیکم و رحمت الله ستړی مې سرور سره د بخیر مننه سلامت استاد خیر دی ډیر مننه نوم دی راته وایي کوم ځای دی کني ولی وروره احمد مده کندوز ولایت ښه احمد وروره ستړی مې کندوز کې خیریت ده ان شاء الله قرار قرار دی مهرباني موږ د خدمت کې مشکل دی وایي دغه مې بین معلولین لپاره هم زنګ وهلی و دای دی موږ ماشونه یم تر اوسه نه دی راکړی شپږ میاشتې ماشونه تا کال هم د شپږ میاشتې راکړی او شپږ میاشتې نه دی راکړی دی پلوس کار هم دی یو سلو یو کال څلور سوه یو کال معاشونه هم شپږ میاشتې نه دی راکړی دغه نه پوهیم څه وخت ورکوي معلولینو مشکلات سره مخامخ یو پښتانه ته مې ځواب ووایي د تېر کال هم تا د شپږ میاشتو معاش نه اخیستی او د سږ کال هم شپږ میاشتې بله هو د تېر کال یې هم شپږ میاشتې معاش راکړی و شپږ میاشتې نه دی راکړی ویلې چې شپږ میاشتې بعد ورکړو اماسې رایه نه کړل د سږ کال د چهارده سلو دوی شپږ میاشتې راکړي اوس یې شپږ میاشتې نور نه دی راکړي تر انشاءالله موږ به دغه موضوع شریکه کړو مستقیم به تا په اړیکه کې کلو مسؤلینو سره او رسیدګي به درته وسي ډېره مننه وروره مننه تاسو نام خواه سلامت و سایی میریم تماس و بعدی نمیگیریم ببینیم کدام بنده ما روی خط تلفن هستن بله بفرمایید سلام علیکم سلام صبح شما بخیر برادر کی هستین از کجا تماس گرفتین شکر سلامت باشی برادر محترم من دگروال متقاعد شمس‌الدین افضلی هستم از ولسوالی امام سه ولایت قندوز میروانی برادر مشکل تانه بگین چی حال دارن سیال شما خوب از طرف دارمی هستیم سلام بخیر باشین شما چی حال دارین سلامت باشه نه برادر به خدا ما میشریم از اینکه بسیار تلفن میکنم و سره به شما هم کدام جام جواب قناعت بخش به ما داده نمیشه همین موضوع همین متقاعدین ما خود تباه شده ما برادر از زمستان هم به میال شد ای کسی در قصه ما نیستن چی رقم کنیم ما مردم کدام در تک تک کنیم برادر ما متاسفانه تانوس موفق نشدیم با مسئولین صحبت بکنیم انشالله که این مشکل تانه ما کوشش میکنیم که زودتر به گوش مسئولین برسانیم بله احمد صاحب عمر صاحب ډیر مننه د حاجی صاحب نه موږ ته کوم وزارت په دې اړه څه کار روانه پول ارتباطي ما او تا دی ولس د او د امارات ترمنځ د حکومت ترمنځ نو کله چې موږ ته وزارت موږ ته معلومات نه کی جوابونه هغه په کار کې موږ نه شو کوي ولس تل خپل ځان جواب وایو او ستونزې نور هم پکې کوو نه موږ د ستونزې د حل لپاره د تاسو ستونزې اورو مسؤلین سره شریکو مسؤلین ورته رسیدګي کوي نو نه شو کوي خپل تاسو ته یو جواب وایو خپل درته خبر وکړو نه موږ به د هر مسؤل خبره اورو هغه به تاسو ته رسوو په هغه کې به زیات او کم هم نه راولو هغه به تاسو سره شریکو نو د تقاعد په اړه به بیا هم اقمال صاحب سره موږ د دغه وزارت لواین صاحب سره اړیکه ونیسو تاسو ته به انشاءالله بیا معلومات درکړو چې څومره کار سوی په دې برخه کې بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بله سلام علیکم زبیح الله اسم از یکتیل بخیر باشی زبیح الله عزیز مهربانی چه مشکل داری؟ از یکتیل با تماس شدیم از خاطر این ماشای مایبی تصال میکنیم از ما یعنی از کلگی ماشای شنه یعنی تو دومه دیگر هم دارد از ما بچم از شما میگه چشم تنوگار است از شما معطل است تا هم رسانی ده یه دیگه ما سروی باز آمد تیم سروی آمد برتان نه تیم سروی خانه نامده هیچ خب شما شش ماماشو به دست آوردین انشالله موضوع تانا شریک میسازیم و روز پنجشنبه برتان پاسخ میتیم تشکر هستم است بخیر باشین میریم به طرف تماس بعدی ببینیم کدام بنده ما روی خط تلفن هستن بله بفرمایید سلام علیکم سلام صبح شما بخیر نوازا صاحب څنګه خیر خیر سلامات تو سمیرا باندې ورو راتو کې کوم ځای دړي کني ولې نور محمد من لوم نه نه ورو راغه موضوع مخکې نو سره شریک کړي ودې موږ یو کور مکتب تم فکر اور کړي و بالکل بالکل هغه موضوع هغه سو وسې صفائی هغه راکړي پرون اول زموږ دروازې لا کوم نه اول دا وایي چې هغه مثلا ته کوم ځای شو ځکه موږ مسولین ته دا موضوع ورسول هغه هم وویل چې موږ اجرات کړای نه اجرات نه ده کړی اوس یې دروازه لا کوم ورکړي ستاسې د صفایي د کتابچې پنځه میاشتې قرضداره یې او دا پیسې تحویل کړي پنځه کاله او زموږ څلور لکه په دولت باندې دي وایي دا د جمهوریت وخت یې نه درکوو دا د والي صاحب امر هم ورکړی دلته
ماره فشار کې رئیس نه اجرا کوي ډیره مانا نړی چې سلامات اوس ان شاء الله د نوې هفته ته به دې پر تاسو سره دا یو غوړ وکړي چې خیر وشي ان شاء الله سلامات اوسئ عمر صاحب ته خو د شروالۍ لوایان صاحب سره خبرونه کوي خو د غرور ته به شی وي هیڅوک نشي کوي د امارات د دولت حق خوري ډیره مانا نړی کې نه دی ورور حق دیو اداري یو شخص که یو څوک چا سره مشکل پی کی خودل ته بیا هم قانوني اجرات کی نو د قانون حق څنګه خوري د صفایي کتابچه ده باید تعویل کی دغه ورو اكو می صاحب سل دولت سره پاتې هغه خپل وخت سره د مشکل حل سي نو بیا هم له بارګزي صاحب سره دغه موضوع ته شریک کی بل السلام علیکم و رحمت الله و برکات بله مهرباني زه تاسو ښه غواړم دیره مننه نوم دیره تو له کوم ځای نه راډی کنی ولې وروره الحمدلله جوړ استاد ته خیر خیرت دیره مننه نوم دیره تو زه بولا اړی کنی صبح احمد زه السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني برادر کی هستین از کجا تماس گرفتین نعمت الله هستم از ولایت سمنگان شما را زحمت دادم عمر سعید بفرمایید نعمت جان بله مشکل تان بگوین برادر ببخشید من یک بار دیگه هم به شما تماس گرفته بودم یک مشکلی دارم که از شهدا معلین من معلل هستم فلج هستم بله بفرمایید من فلج هستم من قبلا ماش میگرفتم 60000 افغانی در یک سال ده ما جواب رو تو بیاره بله برادر عزیز بر شما کلیم الله افغان رئیس عمومی مالی و بودجه گفت که از بودجه بین الافغانی شما ماش به دست میارین قبلا از هر طرف کمک می آمد و شما 60000 افغانی به دست می آوردین ولی 30000 افغانی به دست میارین بودجه بین الافغانی تخصیص هم قصد شده که بر شما باید 30000 وقتی بودجه زیاد شد پس بر شما انشالله 60000 خرج شد داد بودجه بین الافغانی 30000 افغانی ورتول کلکی کلیم الله افغان دی مالی و بودجه رئیس پخپرونه کې حاضر ټول اوریدونکو ټول کې تاسو ماشونه کم سوی د په دغه دلیل باندې ده و سم وای تاسو په دې باندې خو خو سې چې په یعنی لغپل بودیجې نه تاسو بیا ماش لاس تراوړي یعنی دا هم غټه خبر ده غټه لاس تراوړند چې مارا تو ته ونی ده چې بیلون افغانی بودیجې نه دوی ته ماشات ورکول کې ګدام ګوري لاس تراوړنه ده او دغه شپېته زر افغانیس په 10000 افغانی تبدیل سوی د په دغه دلیل باندې ده اتا حق نه ده خوړل سوی وروره خو سر د دغه بودیجې نه بین الافغانی بودیجې نه تاته ماش درکول کیږي نور به انشاءالله تاسو ستونزې ته ورسیدګي سوی ده مهرباني احمد صاحب د شهدا او معلمینو ستونزې خو زیاتې دي همدارنګه د متقاعدو هم هغه به انشاءالله بیا تلاش وکړو دواړه به په ګډه انشاءالله دغه وزارتو ته لاړ سو نږدې نه به موږ سره خبرې وکړو د ولس خبره به تر مسؤلینو رسوو د ولس درد به رسوو چې دوی انشاءالله ورته د حل لارې پیدا کړي منګ ما او مری صاحب کوشش کو قدرمن دي کاریانه نړیوال تلویزیون ټول مسولین او قدرمن د دې خبرونه جوړون کی او د منګ پروډوسر صاحب ټول کوخ کی تر څو رسیدګي وسی تاسو تاسو ولستا او ما او مری صاحب ان شاء الله دغه دوه وزارتو ته لاړ شو په دغه ونی کې به دغه ستوند ان شاء الله د تاسو سره رسیدګي وسی او شریک به کو او وزارتونه به بیرته منګ ته څه جواب وي منګ به ولسته وي ان شاء الله ان شاء الله بند عزیز بخش صدا شما در اینجا به پایان میرسد تا برنامه بعدی که ما و همکار عزیزم میوانشو همزی در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپاریم ادامه برنامه را با همکاران عزیزم فراموش نکنین وقتتان بخیر خدا نگهدار خدای پامان